مأمن زیبای من، ای وطن ای مأمن زیبای من، ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من. برام و یاد خدا سلام شنونده ها و بیننده های محترم رادیو تلویزیون ملی تخار، به داشته های خبری این ساعت با من عبید الله دلاور خوش آمدید. امروز چهارشنبه 28 ماه سنباله سال 1403 هجری خورشیدی، 15 ماه ربیع الاول سال 1446 هجری قمری و 18 ماه سپتامبر سال 2024 میلادی است. در آغاز سرخط چند خبر. ای وطن ای مسکن بابای من. نگرانی ها از توقف کار ساخت مسجد جامع مرکزی ولسوالی بهارک تخار. شماری از باشندگان بهارک تاکید می کنند کار ساخت و ساز مسجد جامع مرکزی این ولسوالی در زمان حکومت پیشین آغاز شده بود، اما تا کنون نهادهای مسئول در مورد ادامه کار آن اقدام نکردند. برگزاری جشن فارغ تحصیلی از سوی برخی از جوانان خواجه‌غاری در تخار. فارغان از رهبری حکومت می خواهند تا زمینه اشتغال را برای تازه فارغان و جوانان مساعد سازد. و آغاز روند کنکریت ریزی پیاده‌روهای بازار ولسوالی علی‌آباد در کندوز. مسئولان در این ولایت تطبیق این گونه پروژه ها را در رشد و شکوفایی این ولسوالی با اهمیت می دانند. مشروع خبرها. باشندگان ولسوالی بهارک تخار از توقف کار ساخت و ساز یک مهراب مسجد جامع در مرکز این ولسوالی ابراز نگرانی می کنند. شماری از باشندگان بهارک تاکید می کنند کار ساخت و ساز مسجد جامع مرکزی این ولسوالی در زمان حکومت پیشین آغاز شده بود، اما تا کنون نهادهای مسئول در مورد ادامه کار آن اقدام نکردند و هزاران نمازگزار به دلیل نبود مسجد در شهر بهارک با مشکلات جدی روبرواند. اسدالله یزامرک با جزئیات بیشتر این گزارش. نگرانی ها از توقف کار ساخت و ساز مسجد جامع مرکزی بهارک تخار. مولوی هدایت الله امام این مسجد میگوید سنگ تهدابی آن 4 سال قبل در زمان حکومت پیشین بر زمین گذاشته شده بود، اما تا کنون در مورد ادامه کار این مسجد توجه صورت نگرفته است. با گفته وی مردم محل به ارزش بیش از 2.5 میلیون افغانی کار کنکریت ریزی سقف آن را تکمیل کردند، اما به خاطر بهره برداری به یک هزینه انگفت نیاز است. کلکن و در و دروازه و این چیزا هنوز هم باقی مانده، مردم سر خاک نماز میخوانه، بسیار با مشکلات مواجه شدن. دیگه ما از دولت و یا از مؤسسات خیریه امید توقع را همی را دارم که مسجد ما مردم فقیر و غریب مد نظر بگیره. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی بهارک میگویند از اینکه کار این مسجد جامع در قلب شهر بهارک ناتمام مانده است، نمازگزاران در جریان ادای نماز با چالش های جدی روبرو هستند. ده دیر مهم ده دی خلق بهارک ده پاره ده جمعه پر از بانده، یعنی خلق راضی بیرون دلتا بده سهن که بده زمکا بانده دلتا منزونه که امده هسته کار ناتمام پاته ده. ده تابستان ده آفتاب میماند، ده زمستان سر برف میماند مردم ها. بخاطر از او پیشنهاد ما مردم از رسانه ها از طریق رسانه اینمیست که حکومت وقت به توجه جدی داشته باشه. از سوی هم مسئولان در ریاست ارشاد حج اوقاف تخار میگویند مطابق فرمان امیرالمومنین حفظه الله زعیم امارت اسلامی افغانستان، کار ساخت و ساز مساجد جامع که ناتمام مانده است به زودی آغاز میگردد. آینده که در طول ولسوالی که کوم ولسوالی که تجمعتون ندی او بالخصوص نمکارا جمعتون ندی هغه انشالله جوړه و مکمل او دکه بودجه انشالله میرونی سه بار بار ویلی چه بودجه منظوریگی. گفتنیست این نخستین مسجد جامع در بازار بهارک تخار میباشد که در یک وقت گنجایش بیش از 2000 نمازگزار را دارا می باشد و در محدوده 1.5 جریب زمین کار ساخت و ساز آن آغاز شده است. شماری از فارغان ولسوالی خواجه‌غار تخار با برگزاری یک همایش بزرگ پایان یک دوره تحصیلیشان را جشن گرفتند. اشاره کنندگان در این محفل جوانان دانش آموخته و نیروی تاثیرگذار و سرمایه های معنوی جامعه دانسته از حکومت می خواهند تا زمینه اشتغال را برای آنان مساعد سازند. زیندین سیحون با جزئیات بیشتر. برگزاری همایش بزرگ به مناسبت فراغت شمار از فارغین ولسوالی خواجه‌غار تخار. شماری از اشتراک کنندگان در این جشن فراغت میگویند جوانان قشر تاثیرگذار و سرمایه های معنوی افغانستان است.
و باید از آنان در جهت خدمتگذاری به مردم، انکشاف و سربلندی کشور کار گرفته شود. اولا من از همین جوانانی که از رشته های مختلف فارغ شده به مرشته ای که خواندین و فارغ شدین به او اهمیت قائل شوین، به او ارزش بدین. همین کمال حاصل کردین، کمال داشته باشین، جامعه به شما ضرورت داره، ملت مردمتان به شما ضرورت داره، حکومت به شما ضرورت داره، حکومت جامعه ملتتان شما را میپذیره. بزرگان امارت اسلامی افغانستان به سطح وزارت ها، به سطح ولایت ها که است، به جوانایی که متخصص هستند، واقعا تخصص دارند، به اونها نیاز دارند، ارزش قائل هستند که باید اونها کار بکنند، باید بعد از آزادی در آبادی کشور اونها سهم داشته باشند. در عین حال برخی از فارغین هدف از برگزاری محفل فراغتشان را اتحاد همبستگی مردم و جوانان تحصیل کرده ولسوالی خواجه‌غار عنوان نموده، تأکید میکنند که با پیروزی امارت اسلامی آرامش و مسئولیت های تعلیمی و تحصیلی در کشور بهتر شده است و آنان میخواهند در زیر حاکمیت امارت اسلامی کار و فعالیت نمایند. بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، این برای همه کس مسایی شد تا اینکه درس بخوانند، تعلیم ببینند و برای مردم خود خدمت بکنند. خواست ما از امارت اسلامی همی است که یک زمینه کار و زمینه تحصیل خوبتر فراهم شود. گفته می شود همین اکنون صدها تن از جوانان ولسوالی خواجه‌غار و تخار در پوهنتون های کشور مصروف فراگیر تحصیل هستند و همه سالا فارغین این ولسوالی از پوهنتون های مختلف زیر یک سقف گرد هم آمده و پایان یک دوره تحصیلشان را جشن می گیرند، کاری که به استقبال بزرگان این ولسوالی روبرو شده است. اکنون هم چند خبر کوتاه. سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در نشست سران کشورهای آسیای مرکزی و آلمان در آستانه از جامعه جهانی خواست تا افغانستان را به یک کشور صلح‌آمیز و شریک اقتصادی ارزشمند مبدل کند و تاکید کرد کشورهای آسیای مرکزی و آلمان باید روابط دیپلماتیک خود را با امارت اسلامی افزایش دهند. روند پاکاری پیاده‌روهای سرک‌های عمومی در تخار آغاز شد. مولوی امیر محمد حذیفه رئیس فواید عامه تخار می‌گویند روند پاکاری پیاده‌روهای سرک‌های عمومی مطابق هدایت وزارت فواید عامه آغاز شده است. به گفته آقای حذیفه در این پروژه سرک‌های عمومی با عرض 20 متر در دو طرف و سرک‌های ولسوالی‌ها با عرض 30 متر پاکسازی می‌شوند. گفتنی است این روند با حضور نمایندگان قماندانی امنیه، شاروالی، ترانسپورت و شهرسازی تحت نظارت مقام ولایت جریان دارد. اکنون هم چند خبر ولایتی. شماری از باشنده های ولایت پروان میگویند به دلیل توجه بیشتر به باغ‌های اصلاح شده زراعتی، حاصلات سردرختی آنان چند برابر شده است. آنان از نظام اسلامی میخواهند تا در حفظ، نگهداری و فروش داشته های زراعتیشان آنان را همکاری نمایند. نوررحمن امیری در این زمینه گزارش می‌دهد. پروان یکی از بلدهای حاصلخیز در افغانستان است که آب و هوای مناسب برای رشد و زرع هر نوع نبات دارد. شماری از باشندگان این ولایت میگند با ترویج باغ‌های زردالو، سیب، انگور و گیلاس نتایج خوبی را در عرصه‌های باغداری در این ولایت به دست آورده و حاصلات چند برابر شده است. می‌خواهیم که بعد دیر با کشورهای همسایه انتقال بده، نرخش کمی بالا شود. اینجا بسیار نرخ ارزان است، بسیار به چیز پیسه کم میگیرد، زحمت مردم نمیارزد. اینجا هیچ اصلا سردخانه وجود نداره، سیبای مردم بسیار ارزان فروخته میشن، دیگه ذخیرگاه نداره، دیگه حاصلاتش خوب حاصل میده، دوا و چیزا درست نمیاد دیگه. در این حال رئیس صنعت و تجارت پروان میگه ترکاری و میوه های تازه و خشک ولایت پروان به بازارهای کشورهای همسایه و بازارهای داخلی صادر میشود که در سال جاری از رشد حاصلات چندین نمایشگاهی را اندازی شده است. به خاطر بازاریابی و مارکتینگ به میوه های تازه و خشک افغانستان خصوصا ولایت پروان، وزارت صنعت تجارت همیشه تلاش خود داشته و در این راستا نمایشگاه ملی و بین المللی در پروان و در مرکز هم دارد شده و همچنان اتشه تجارتی ما در کشورهای بیرونی که هستند تلاش دارند که مشکل مرفوع بسازند و همچنان ما در صدد ازی هستیم که سردخانه های خوب و معیاری در پروان داشته باشیم تا
به خاطر نگهداری و بازاریابی برای محصولات زراعتی و میوه باران داشته باشیم. گفتنی است که شرکت خصوصی بوستان سبز که به هدف بسته‌بندی و صادرات حاصلات زراعتی ساخته شده، آغاز به کار کرده و هزاران تن میوه تازه، خشک و ترکاری را به صورت استاندارد بسته‌بندی و صادر خواهد کرد. و خبر اخیر این که روند کنکریت ریزی پیاده‌روهای بازار ولسوالی علی‌آباد ولایت کندز با هزینه بیشتر از 1,000,000 افغانی از بودجه انکشافی شهرواری این ولسوالی آغاز گردید. مسئولان در ولایت کندز تطبیق این گونه پروژه ها را در رشد و شکوفایی این ولسوالی با اهمیت می دانند. گزارشی از محمد ظاهر حبیبی. تلاش ها از بحر انکشاف و باسازی در ولایت کندز. در ادامه تطبیق پروژه های عمرانی در ولایت کندز، روند کنکریت ریزی 560 متر پیاده روهای بازار ولسوالی علی‌آباد به هزینه 1,400,000 افغانی از بودجه انکشافی شهرواری ولسوالی علی‌آباد ولایت کندز آغاز گردید. سیده سر با ولسونه لزین استنز و مشکلات سخه وش غورل سی و سانتیاوی باورت برابری سی. دغه پروژه که سرک هم پراخیگی پیاده رو جوریگی سیده سر ده ولسونه هغه استنز و مشکلات رفکیگی. ده پروژه پا تطبیق سره ده خلکو انتهای مشکلات حلیگی. زکه چه وست خامه ده و انتهای بی نظمه ده. ده خار نظم برابر شی او ده خار خلا به پیدا شی. تطبیق این پروژه باشندگان ولسوالی علی‌آباد ولایت کندز را خوشنود ساخته است. باشندگانی که پس از چندین سال شاهد کنکریت ریزی پیاده روهای شهرشان هستند. خلق پسانی دول پس اسانتیا خلوت غمیسته کیجی یعنی سرک چه بردار سی خاک بد دور کیجی خاک بد سرک سو در سرک بردار کیجی در غد سهولت دی. روند کنکریت ریزی پیاده روهای بازار ولسوالی علی‌آباد در حال آغاز گردیده است که چندی پیش نیز 27 کیلومتر سرک جغلی ولسوالی قلعه‌زال ولایت کندز نیز ترمیم و به بهره برداری سپرده شده بود. بیننده ها و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی تخار، این بود داشته های خبر این ساعت که تقدیمتان کردیم. وقت خوش، الله نگهدار. ای وطن ای مسکن بابای من، ای وطن ای مسکن بابای من. بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی تخار، توجه نمایید به اعلانات امروز چهارشنبه مورخ 15 ماه ربیع الاول سال 1446 هجری قمری برابر است با 28 ماه سنبله سال 1403 هجری شمسی. جواز شرکت خدمات لوجستیکی ترکان مفقود گردیده است. یابندگان می توانند به ریاست صنعت و تجارت ولایت تخار تسلیم نمایند. اسامی دادالله ولد تاش محمد، خیال محمد ولد اسماعیل، صدیقه بنت حضرت قل، محمد غلام ولد رجب محمد، مصطفی ولد غلام حضرت، عبدالقدیر ولد محمد نعیم، آقا جان ولد رحیم داد، سفر محمد ولد محمد ابراهیم، تمنا بنت محمد ولی، بای نظر ولد خزر نظر، نصیر احمد ولد فیض محمد، هوا بنت عبدالمنان، زیاودین ولد عادل بای، عبدالله ولد محمد حسین، سید داود ولد سید اکرم، عبدالناصر ولد عبدالبصیر، گل محمد ولد خال محمد، حمیدالله ولد دوست بای، محمد حسین ولد عطا خان، عبدالغفور ولد محمد نعیم و منصور ولد سید امیر. پاسپورت و تذکره های الکترونیکی شان را خود نموده اند. یابندگان می توانند به اداره احصایه و معلومات، آمریت پاسپورت و ریاست معارف ولایت تخار تسلیم نمایند.